برنامه خداوند و با عرض سلام و ادامه برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای شاه زمان هاشمی آگاه امور سیاسی در استودیو با ما هستند تا در مورد ادامه مذاکرات صلح امریکا و طالبان در قطر بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای هاشمی خیلی خوش آمدید و بحث امروز برنامه آغاز روز. بله، در نخست میخوایم از شما بپرسم که چقدر فکر میکنین که با این روندی که گفتگوهای صلح به پیش میره واقعا میتونیم که زودتر به نتیجهش دست پیدا بکنیم؟ دلو او به هم که چکتن تلاف سپیچلی نامه پسر که در آریانا نیوز هیده رهبری چخا نره نره منه نکومه چو دوی دغه سپداغ موضوع که ده هواد په هر حالت کې دوی هغه خپل وجدانی او ایمانی مسولیت ادا کړی ده. را به شو موږ د سولې خبرې ته لکه څه رقم ته چې د افغانستان ولس ته جوته ده چې په تیرو څو میاشتو کې هم په دوحه کې هم په قطر کې دوی ناستې ولاړ وي، لکه څه رقم ته چې اوس د افغانستان ولس ته معلومه ده چې بیا دغه د سولې دوهم پړاو پیل شوی ده. زما په نظر باندې زما په آن باندې زما په فکری نظر باندې هغه کوم سیاسي فکر او هغه کوم سیاسي تجربې چې موږ د فعلي وضعیت حالت وینو، دا زه نه د افغانستان لپاره نه د افغانستان ولس لپاره او نه د هغو بهرني هیوادونو لپاره زه دا یو مهم ګام منم. د دې خاطر دپاره موږ کله چې سوله کوو باید په خپل کور کې سوله وکړو، باید په خپل ولس سره سوله وکړو، په خپل ټغر باندې په خپل کلي کې باید سوله وکړو. اما هیڅ کله بهرني ځواکونه بهرني هیوادونه دوی هیڅ نه غواړي چې افغانستان آرامه او با ثباته اوسي. بله، در حال حاضر که گفتگوها در قطر بین امریکا و طالبان به پیش میره و خیلی از این گفتگوها شما چنانچه گفتین که اگر خارجی ها برای صلح افغانستان تصمیم میره این گونه صلح نمیتونه به خاطر ثبات افغانستان باشه، پس ما میتونیم بعد از این چطور گفتگوهای صلح پیش بریم در حال حاضر که همه خارجی ها بر ما تصمیم میگیرن؟ دلته موږ که چیرته د دوه کلونو ته مخکې راشو، موږ د حزب اسلامي سره د افغانستان دولت حزب اسلامي سره ګلبدین حکمتیار سره دوی سوله وکړه، اما نتیجه یې څه وه؟ نن موږ هغه حالت وینو چې نتیجه یې کوم ځای ته نه آیا د افغان وینه ودرېدله دلته، آیا افغانانو ته کومه خوشحالي راپرسیره شوله؟ اما بدبختانه بدبختانه دلته نور هم موږ د بدبختۍ لوري ته رنو. سوله په افغانستان کې په یو حالت باندې راځي که چیرته موږ عموما پښتانه افغانان په جمع افغانان موږ یو بل ومنو، اما دلته سوله راځي. موږ څه رقم ته چې خپل کور مو خراب ده، خپل په کور حالت کې موږ یو تر بل یو بل وینو ته ناست یو، اما موږ څه رقم ته سوله وغواړو؟ موږ اوس پیلن وحدت ملي حکومت ده، وحدت ملي حکومت دوه رهبران لري، اما بدبختانه بدبختانه دغه دوو رهبرانو دغه دوو حکومتدارانو دغه دوو پاچاهانو موږ ته څه وکړه؟ اما زه د افغانستان د ولس نه یو تقاضا او غوښتنه لرم چې دغه مرد آباد دغه زنده باد نور د پایتکی ورته کیدی، اما دوی څه وکړه؟ نن بیا هم راغلي یاست یو تعداد چې د پیسو په مقابل کې د مدني اوبو په مقابل کې تاسو مرد آباد وی کله یو خواته ځي کله بل خواته، اما نور د پایتکی دغه ته کیدی، اما دغه نور ختم کوي د خدای او د رسول خاطر دپاره. افغانان په سالت کې دي د سولې خبرې باندې زموږ د تاسو نن خبرې او وتلې دي. زما په نظر باندې سوله چې لکه څه رقم ته چې بهرني هیوادونه دي ته لمن وهي د هغوی منافع د هغوی شخصي ګټې پکې زیاتې دي، لکه څه رقم ته چې زموږ حزب اسلامي سره ګټې دودي پکې زیات وي او نن همغه دغه ټکي ته دوی لمن وهي، اما سوله به راشي په یو شکل باندې به راشي لکه څه رقم ته چې حزب اسلامي سره سوله وکړه. بله، پس چرا حکومت افغانستان، رهبر حکومت افغانستان آمدن تصمیم گرفتن که زندانیان را تبادله بکنن با زندانیان خارجی و این گفته شد که به خاطر آتش بس میتونه که سودمند باشه، اما طالبان هم آتش بس با امریکا قبول کرد، چنین چیزی را چرا رهبرای خود افغان ها را قبول کرد؟ دلته د مخکې می پخپل خبر کی ویلې دلته د بهرنی هیوادونه جمن دی او خپل منافع ته ذکر کی دغه کوم خلک چې ول دادو دی خلک دی لکه د درې نفر چې د دوو پنتونونو د استاد زانو په مقابل کې دوی راکړه ورکړه وکړه، اما په دې کې رئیس جمهور په دې کې د افغانستان د غفلی حکومت بو رهبرانو دې ته ډیر یو د پښیمانی هغه ورکړه ده، اما دوی باید د پېټکې دوی باید اوربند کې او دغه درو مقابل په مقابل کې، اما بدبختانه بدبختانه اما غوی نن دا جوته خبره ده چې غوی به د خپل کورونو سره یوځای شي، اما نن کوم په
افغانستان کې مونږ په دوه میاشو کې د دوه میاشو نوم حالت تر یو بل تر بلې خرابېږي. د نن حالت هم نن حالت کې ده، د سبا حالت هم تر سبا حالت نه خرابېږي. اما کومه سوله سوله راځي، سوله به راشي لکه مخکې په خپلو خبرو کې ملو چې حزب اسلامي سره سوله وشله، اما په هیڅ وجه باندې په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې انته پورې چې تر څو مونږ یو بل ونه منو او د یو بل زغم او درد په درد باندې هغه نه شو، د هیڅ نه مني. چې را به شم زه د فعلي حکومت مشر ته غنی صاحب ته به راشمه. غنی په خپل کور کې د خپل ورور سره جوړ نه ده، د خپل د تره زوی سره جوړ نه ده، خپلې کورنۍ سره جوړ نه ده، هغه به څنګه مونږ ته سوله راولي؟ زه په افغانانو باندې غږ کومه. آیا تاسو د دې د کورنۍ سوانۍ لیدلي دي؟ آیا تاسو د ده د ورور هغه کومې فیصلي هغه کوم جنجالونه چې د دوی لیدلي، آیا د تاسو دغه د ده د تره زوی چې په نوم د جنرال صاحب حبیب احمدزی ده، آیا د ده دا جنجالونه مو لیدلي دي؟ هغه کوم جنجالونه چې د جنرال صاحب سره وشول، آیا د افغانستان ولس دلته آګاه ده؟ دلته هغه ده، هغه به څنګه افغانستان ته سوله راولي؟ یو څوک خپل کور جوړ کړي، یو څوک خپل درد جوړ کړي، هغه به څنګه حالت رهبران حکومت افغانستان و آقای غنی، آقای عبدالله چرا به گونه جدی برای صلح افغانستان تصمیم نمیگیرن، طرح نمیریزن و برنامه آماده نمیکنن؟ بدبختانه زمونږ فعلی رهبران چې دي، زمونږ فعلی مشران چې دي، چې زه د نوم او د هغه نه ډېر نفرت لرم. دوی طبیعتونه د بهرنیو هیوادونه لري، دوی د بهرنیو استخباراتو د خوانه هغه کېږي، اما هیڅ دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. مونږ به راشو ډېر به نه ځو، د دغه فعلي رهبرانو کورونه اولادونه دوی هغه چې دي دوی ټول په خارج کې اوسېږي. اما بدبختانه دلته افغان ځوان دلته د دربدرۍ سره، دلته د بېسرۍ سره، دلته د اغلت سره ورځ په ورځ تر بل خرابېږي. زما د افغانستان ولس نه دا تقاضا ده، زما د افغانانو نه دا تقاضا ده چې دوی یو موټی شي، اتحاد ځان کې پیدا کړي، او د دغو دوو مشرانو چې زمونږ په وینو باندې زمونږ په مرګونو باندې دوی هیڅ سترګې نه پټوي، اما دوی دې راجګ شي دغه فعلي رهبرانو ته دې یو فیټکی کېږي او افغانان دې په خپل منځ کې داسې یو ملي رهبر پیدا کړي لکه څه رقم ته چې مونږ تاریخ په دې خبرې کړي دي. څلوېښت کاله مونږ مخکې لکه څه رقم ته چې مشران درلودل، دوی دې په دغه مابین کې دغسې یو څوک پیدا کړي او را دې وړي او نور دې دوی ته د پای ټکی کړي. بله، حالا شما چرا حل را پیشنهاد میکنین که میتونیم که مردم افغانستان خودشان بر خودشان چگونه تصمیم میگیرن و از کدام راه پیش برن؟ چون شما گفتین رهبران تابعیت کشورهای خارجی را دارن، خارجی ها به خاطر سود خودشان بر افغانستان تصمیم میگیرن، پس راه حل این بحران افغانستان چه است؟ چگونه میتونیم به صلح و ثبات دست پیدا بکنیم؟ دلته د افغانستان خلکو ته ویښتیا پکار ده، فعالیتونه په کار دي چې دوی په ګوټ ګوټ کې په کلیو کې په بانډو کې په ولایتونو کې دوی راجګ شي او د دغه فعلي حکومت د مقابل کې نه ده مختلفې تظاهراتونه وکړي. مونږ او تاسو ولیدل د ترکیې هیواد به زه درته وښیم چې په ترکیه کې هغه حالت روان و، اما دوی صحیح سړی نه غوښتو، بهرنیو هیوادونو دوی پکې لاس درلوده، اما ولس راجګ شو، هغسې یو څه یې وکړل. دلته د افغانستان ولس ته دا په کار ده چې راجګ دې شي او نور دې دغسې بې پوزوله رهبرانو ملاتړ ونه کړي. دلته د افغانستان خلک دي، خلک دي کې ډېر مهمه اصلیت لري. بله، حالا اینکه طالبا هنوز هم با دیگه گروه های هرس افکن ارتباط قوی دارن، این چقدر میتونه که باعث ازی شود که صلح در افغانستان تامین نشه؟ هیچ ارتباطات نه لري کوم طالبان. زه به اول تاسو ته ووایم کوم طالبان، هغه طالبان لکه رن چې څه رقم ته زه دلته په دې خپل هیواد کې دغه طالبان نه لرم، دغه د دواړو فعلي رهبرانو زه درته وښیم. آیا دوی د طالبانو سره د دوی د فعلي طالبانو سره څه تړاو لري، څه فرق لري؟ وو سوله به وشي، دوی سره به هم سوله وشي لکه څه رقم ته چې حکمتیار صاحب سره وسوه، اما په دې کې به هم د افغان وینه تویږي، دې کې به هم افغان ځورېږي. اما یوازینی علت یې دا ده چې افغان ملیتونه قومونه یو بل ته د ورورولۍ په حیث باندې وګرځېږي او د دغسې د بهرنیو هیوادونو مزدورانو په مقابل کې ودرېږي او نور مونږ د دغه جنجال نه خلاص شي. بله، حالا شما بیشتر هم یاد کردین که این رهبران بر افغانستان یا بر مردم افغانستان تصمیم درستی نمیگیرن. حالا در انتخابات آینده هم که کاندیدها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همین ها هستن و ممکن یکیشان به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه، باز هم میتونیم بگیم که وضعیت افغانستان چگونه خواهد بود؟ چرا مردم رای دادن برشان؟ پس لکه څه رقم ته چې د افغانستان ولس ته معلومه ده، دغه پنځو کلونو کې مونږ دردونه ډېر زیات لیدلي دي، د چا د لاسه مملیدلی د همدغو دوو پیلي رهبرانو د مشرانو د لاسه مملیدلی.
کچیت په دوغه دواړو کې یوم راشي کې یوم را نشي نو حالت مو تر دې حالت ته بهتر اوسيږي د دې خاطر لپاره یو چا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وخدل هغه خپل کارکردونه وخدل هیڅ نتیجه موږ ته څه ونه شوه اما د دې حالت نه موږ زمونږ حالت خرابیږي دلته په کار د افغانانو ته ځوانانو ته ویښو ځوانانو ته په کار ده چې راجیک شي لکه څه رقم ته چې په دې هیواد کې زمونږ جرګې شوې دي او انانات موږ د دې جرګو په هغه شوي دي باید راجیک شي دوی دواړه لکه څه رقم ته چې دوی سلبي صلاحیت کړي او همدغسې د ریاست جمهوري د چوکۍ نه هغه کې اما هیڅ دا دواړه د افغانانو په ګټه باندې هیڅ کله تمامېدلی نه شي اما حالت مو هم د ده نه مو هم بهتره کېږي. بله، شما چه پیشنهاد میکنین که راه حل چه است؟ رای حل زما د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د قومونو نه مې هیله او امید دا ده چې دوی راجیک شي نور د زنده باد او مرده بای ټکې ته د پای ټکی کېږدي او باید په خپل منځ کې د افغانستان د ملیتونو د اتحاد او د اتفاق لپاره دوی راجیک شي او د داسې یو ملي رهبر لکه څه رقم ته چې موږ په پخوانیو رئیس جمهورانو کې پخوانیو رهبرانو کې داسې یو افغان پیدا کړی و او د همغې د تګلارې دوی نظریې تر خپلو سترګو باندې ویني او د دوی دغسې یو کس ملاتړ وکړي یګانه لاره همداد او که چېرته هم فعلي حالت تر دغه حالته پورې وي نو دا به ډېره جوته خبره نه وي چې د افغانستان وضعیت به تر بل حالته پورې هم خرابه اوسي. بله، در حال حاضر نشستی که وارد دومین روز شده در قطر میان امریکا و طالبان، چه فکر میکنید که نتیجه این نشست چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر افغانستان؟ ایت دا ایت کله هم نتیجه نه ورکی لکه څه رقم ته په دې تیرو دوو میاشتو کې د انتخاباتو نه مخکې په افغانستان کې څه رقم ته اول تر ما پورې نه ده د سولې خبرې مې هرکلی ورته کوه اما بدبختانه چې کله د پیټکی ورته کیښودل شو چې کله دوی راجمېدل دوه ورځې درې ورځې په مابین کې لیدلې اما د یو بهرني هیواد د ولسمشر د ټرمپ له خوا نه ده چې هغه هم دس یو کانفرنسي موضوع نه و هغه د خپل هغه د صفي د لار نه د تلګراف د لار نه دوی هغه د سولې خبره لغو کړه اما دا ډیر د شرم خبره ده دا ډیر د بی حیايي خبره ده چې یو بهرني هیواد ولسمشر راجګيږي او زمونږ دغه سي ملي اجماع ته زمونږ دغه سي ملي جوړې ته دوی په سپکه ګوري دا هیڅ هغه نه ورکی په افغانستان کې د طالبانو د سولې خاطر لپاره رابشي دوی بم سره یو ځای شي که چېرته دا فعلي حکومت وي د دوی په واسطه به راشي اما حالت هم د دې نه ده هیڅ کومه نتیجه نه ورکیږي نتیجه هغه وخت کې ورکول کیږي چې افغان ملیتونه افغان قومونه دوی په اتحاد او اتحاد باندې راشي او د خپل د نظر د تګلارې د ستراتیژۍ د لارې د طرحې د لارې نه دوی هغه خپل نوی رهبر وټکي. بله، در اینجا شما چه فکر میکنین که حامی طالبان واقعا کدام کشور است؟ پاکستان یا امریکا یا کشور دیگره که هر بار افغانستان بالای طالبان صدا میزنه که بیاین آتش بس با افغانستان داشته باشین با مردم افغانستان داشته باشین اما این حرفشون قابل قبول نیست و نشست میان افغانی برگزار نمیشه. دلته بهترین دوست افغانستان د ولس دوست دوی نه لري دوی دښمنه نه لري لکه څه رقم ته چې موږ ناری وهو چې افغانستان او هند زمونږ دوست ده اما هیڅکله دوی نه غواړي اول موږ د دغو دواړو بهرنیو هیوادونو د لاسه موږ د تباهۍ په لور باندې رسېدلي دي یګانه علت یې دغه ده چې موږ دغو دواړو هیوادونو سره هغه خپلې اړیکې هغه خپلې دوستۍ پای ته ټک د پایټ کې ورسو پدی هغه باندې کچیرته منګه د دوه دواړو هرکلای وکړو اما دوی نور هم زمونږ په حکومتداري کې کار کړی دی منګه دغه دواړو وادونو ته زمونږ مشران چې تاریخ را ژوندۍ ده دوه دواړو ته ادرس درکړی ده دا وادونه نه غواړي چې دوی لمسیان دوی بچیان دوی ځوانان بیا راجیک شي دوی کې دغه سیله کې د مخکې رهبر چې تګلارې انتخاب کړی دی دغه هیڅ کله افغانستان نه غواړي چې د نور هیوادونو په لمسون باندې دغه او دا زمونږ تاریخ اثبات کړی دا خبره تاریخ مې اثبات کړی چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد هم نه کامیابیږي موږ او تاسو په دې تیرو څلوېښت کلونو ته راشو د روس څخه ورته به راشو اما دلته روس څه وکړل اما بدبختانه دوی د روس د لانجې نه دوی د روس د دغه ماتې نه دوی هیڅکله سترګې نه پټوي اما یګانه علت یې دا ده چې دلته بدبختانه موږ په خپلو منځونو کې شخړې موندي
دي جنجالونه مدي یو بل نمنو او د دسی دی او بهرنی هواد مزدور جاسوس د استخباراتي کړي ترلاندې د چترلاندې منګه د دوی تکل زندباد او مرداباد وي اما بدبختانه ز په افغانانو ز په افغانانو ملیتونو او ورونو باندې ز دا غک او مده تاسو د تلویزیون دلاره نه چې د خدای او رسول ته وګوري نور د دوی تګلارې ته د پایټ کې کیدی او لکه څه رقم ته چې مونږ پتیرو حکومتونو کې مونږ خپل مشر ټاکلو بیا هم راشي د دغسې د سی او دغسې د غو لپاره مشر وټاکو اما دا د سولې خبرې چې دي دا هیڅ نه مفهوم لري نه معنا لري دا یو ټول نمایشي کارونه دي. بله، فکر میکنید که مقصر این همه وضعیت کی ها هستند و آیا این وضعیتی که پیش آمده در کشور میشه قابل جبران باشه و جبران شود؟ زمانگا فعلی وضعیت چه در مقصر زمانگا در دوار ملی حکومت رهبران دی دو دو دوارو نم تقاضا ده چه نور ده ده پای تک ایدغی تکی ده لکه چرکم تا چه تاسو ده استخباراتی کرده پا لمسون بانده پا افغانستان که اغاکم خواهشات اغاکم دو دوی لمسون اغاکم ترهی و ستراتیزی چه دو دی ده ده هیس کلا پا افغانستان که نفلی که گی ده دی خطر ده پاره چه ده یو محمدی پاک خاوره ده اسلامی خاوره ده دلتا چه هر چا دی خاوره تا پا بعد استر گرگتیلی بله، تشکر از حضور شما آقای هاشمی در بحث موضوع برنامه موفق باشید. دوباره خوش آمدید آقای عبدالقادر قانت، رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی در استدیو با ما هستند تا در مورد ادامه مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در قطر که وارد دومین روز شده و روی توافقنامه صلح رایزنی میشه بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای قانت خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز. بله، در نخست می‌خوام از شما بپرسم که شما چقدر پیشبرد گفتگوهای صلح یا سودمندی ثبات افغانستان در چنین گفتگوها می‌دانید؟ به هر حال مذاکره صلح که مابین امریکا و طالبا دوباره آغاز شد سخنگوی طالبا سوال شاهین گفت که ما از صفر آغاز نمیکنیم از اونجایی که متوقف شده بود یا مذاکره صلح از طرف امریکایی ها لغو شده بود از اونجا ما آغاز میکنیم تقریبا در مدت دو هفته اینا گفتن که ما با یک توافق میرسیم و توافق نامه صلح مابین امریکایی ها و طالبا در حضور داشت 20 کشور خارجی وزرای 20 کشور خارجی صورت میگیره به هر حال بازم ما میگیم که خدا کنه که یک صلح و ثبات امنیت در افغانستان برقرار شوه و این خاص ملت مسلمان افغانستان است پیش شرط که طالبا در دور نهم مذاکره داشتن با امریکایی‌ها یکی از پیش شرط‌های اونایی بود که خروج نظامیه امریکایی از افغانستان مکمل وقتی که نیروهای خارجیشان بیرون کنن و شرطی اساسی اونا می بود و دو شرطی که امریکایی‌ها داشت یکی بود که طالبا با گروه اسلامگرا رابطشان قطع بکنند دویمی که از خاک افغانستان به ضد امریکا استفاده نشوه و از این آدرس ما تهدید نشویم خو یک محال است که از ما و از خاک افغانستان امریکا چه قسم تهدید میشه به هر حال این چیزی بود که در طول 18 سال امریکا به می بهانه آمد و از ملت ما قربانی گرفت جنگ های ذات البینی شروع شد من میگم که از این مذاکره هایی که ما بین طالبا و هیئت مذاکره کننده امریکایی ها صورت میگیره تنها رسانه ها و همگی یا منابع نزدیکی به طالبا نگام گزارش هایی که از طریق رسانه ها میته جزئیاتش هم میگن تفسیروال صحبت نمیکنن که در مابین اینا چی مذاکره صورت میگیره چی تعاملات صورت میگیره سری چی اینا بس میکنن چری چی گفتگو میکنن کاهش خشونت آتش بس خاصی کلی ملت مسلمان افغانستان است که ما خواهانی نیستیم که در کشور ما خشونت باشه از روز را ریختاندن خون باشه ناامنی باشه مثلا بی‌ثباتی باشه این خاص افغان است دویم آتش بس ما بار بار از اوائلی که امریکایی ها در افغانستان آمده ملت مسلمان افغانستان علل خصوص مردمای بی‌طرف مردمای خیرخواه که برای کشور خیری کشور میخوان همیشه ما از جانب مقابل این صدا را بلند کردیم که در جنگ به نفع ما نیست بیاین صلح بکنین آشتی بکنین هم دیگر پذیری خود را بکنین یا دیگر یعنی مذاکره که فعلا شروع میشه که سریست که خشونت ها کاهش بیافه دویمه که
مذاکره مستقیم روبرو با حکومت و یا هم صلح بین الافغانی. دیلمی صلح بین الافغانی که ما با بنبست مواجه میشیم متاسفانه. این تو با بنبست مواجه میشیم که در اینجا یک دیدگاه واحد نیست. اجماع واحد به خاطر آمدن صلح نیست. یک طرح واحد به خاطر آمدن صلح نیست. و همه ما و شما معلوم است، به شما هم بیشتر معلوم است، ما هم همی در جامعه هستیم، درد مردم ها. حالات مردم هم میبینیم و اکثر مجالس هایی که گرفته میشود از طرف احزاب سیاسی یا احزاب هایی که جهادی هستند یا نهادهای به نام جامعه مدنی، با اکثر نهادها طرح های اینا را که میبینیم طرح های متوافید، طرح حکومت یک طرح است، رئیس اجرایی دیگه طرح داره، برای صلح بین الافغانی احزاب سیاسی طرح دیگر داره و شما بعضی از جریان های سیاسی خواهان حکومت موقت است، حکومت پافشاری به میسکی نه، ما هیچ وقت حکومت معقد نمیخوام، معقب ما بر نمیگردیم. این یک سلسله مشکلات ها را بنبست ها با صلح بین الافغانی ما مواجه هستیم که این در اینجا یک دیدگاه واحد نیست. دومی که در صلح شما ببینید که میانجیگری مردم های بیطرف بکنه. این بار بار گفتم مردم های بیطرف که هدفشان اینه در مابین دو گروه متخاصم، دو گروهی که در مابینشان کشیدگی است، جنگ است، قتل و قتال است، گروه سیم میانجیگری بکنه. متاسفانه در افغانستان در طول 18 سال ما که وقتی در تمام تجمعات و مجالس و ها شرکت میکنم که گروه گروه میانجی را ما پیدا کرده نتونستیم و او گروه های میانجی که واقعا ما صدای صلح بلند میکنیم و همیشه طرح داشتیم به خاطر میانجی که در مابین مثلا همی دو طرف متخاصم اینه، مثلا نال جنگ میان حکومت افغانستان یا گروه طالبان، طالبان میگه ما هرگز حکومت به رسمیت نمیشناسیم، حکومت افغانستان هم پافشاریش هم نیست که صلح باید به مالکیت افغان ها باشه، تحت رهبری حکومت افغانستان باشه. این یک سلسله مشکلات ها است. اونا میگه ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم، حکومت هم خارجی های مک طرف شما ببینید که مذاکره که ایالات متحده آمریکا با طالبان میکنه، وعده هایی که رئیس جمهور آمریکا ما در و با گرام با رئیس جمهور اشرف غنی داد، او ادعای بود که صلح به مالکیت شما با پیش بروه. ما در این صلح کدام مالکیت خدا دیدیم؟ یکی صلح نه مالکیت افغان هاست، دویمی که همی صلح بین الافغانی میگن همی نه، صلح بین الافغانی یک تعریف داشته باشند. آیا افغانستان در چین است یا روسیه است یا خطر است یا ژاپن یا کشوری دیگه خارجی است؟ ما همیشه دعوت میشیم در کشورهای بیرونی و ایره چه قسم ما گفته میتونیم که صلح بین الافغانی؟ حالا آقای قانت، طالبا گفتن که گفتگوهای صلح از جایی شروع میشه که متوقف شده بود. در جایی که متوقف شده بود، به نظر شما آیا میتونست که ما را به صلح و ثبات نزدیک بسازه؟ حالا بخواید ادامه از او را به پیش ببرن. ببینید در اون جایی که گفتگوهای صلح متوقف شد، با کشتن یک سرباز آمریکایی، در حالی که ما روزانه صدها سربازی ما، نیروهای امنیتی ما، مردی ملکی ما یا جانب مقابل هم، اما افغانستان تلفات میشن، قربانی میشن، کشته میشن، جانش نشون از دست. اما در اینجا حکومت افغانستان نامد این گونه یک عملکرد جدی نشان نداد در برابر طالبان که دست از این کار بکشن. با هر وضعیت بود گفتگوهای صلح ادامه میداد. چرا؟ خب مشکل در اینجا بود که اونا میگن ما حکومت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسیم. حکومت افغانستان هم در موقف گیری هاش هیچ نرمی را نشان نداد. ببینید وقتی که صلح که آغاز میشه، وقتی که میخوای که با یک گروه صلح بکنی، باید از تشدد، از الفاظهای مثلا سخت و از الفاظهای زشت باید که جلوگیری شود. شما در این اسنای که طالبا با امریکایی ها مذاکره صلح میکرد، ولی تشدید جنگ در افغانستان زیاد شده بود. بله. در تمام ولایت های افغانستان جنگ تشدید بود و علل خصوص مقام های امنیتی ما میگفت که ما گروه های راس افغان نابود میکنیم، از بین میبریم، یا به سلطان بتن، یا مثلا یا ما اینا رو نابود میکنیم، از بین میبریم. نتیجه شمی دیدیم که قربانی هم روز مردم افغانستان شد، هم روز مردم افغانستان به خونشان ریختنده شد. در اینجا یک سلسله مثلا خودگذری ها نیست، خودگذری ها نیست. از این خاطر حکومت افغانستان خود در جریانی که مذاکره که ببینه امریکایی هایی وقت به این شما مطمئن باشین متحد نیستن، صادق نیستن با آمدن سل در افغانستان، با آمدن با ایجاد یک نظام قوی، یک نظام قوی ما در ایجاد داشته باشیم که امریکایی ها به این راضی نیستن. دویمی که شما مطمئن باشین که امریکایی ها
دری که ای توافق نامه ای را که ما بین طالبا و امریکایی امضا میشه مطمئن باشیم که دریج کاهش خروج نیروهای خارجی میشه مکمل نیروهای خارجی از اینجا بیرون نمیشه پیمان امنیتی که در ما بین امریکایی و حکومتی که به نام وحدت ملی از طرف امریکایی ایجاد شد در روز نخستین آغاز کارشان هم پیمان امنیتی را امضا کردن اینجا پایگاه نظامی امریکا میباشه و هر حال ما سری بس نمیکنیم ما خواستیم ما همیست که در افغانستان صلح بیاید خواستیم ما از گروه طالبا همیست که آتش بس هرچی عاجلتر اعلان بکنن بخاطر که هر روز جنگ است، هر روز ناامنی است، هر روز کشتار است، هر روز ریختاندن خون است این قابل تحمل برای ملت مسلمان افغانستان نیست ببینید در جنگ ها اکثر مردم ملکی کشته میشه شما مطمئن باشین که در این جنگ ها اکثر اما سربازی کشته میشه که در روی مثلا در خط اول نبرد جنگ قرار گرفته یا کدام مقامات بلندپایه ما یا از بین نمیبرن اینا در مسئولیت هستن اینا در امنیت هستن اینا اگر دو روز در افغانستان هستن پنج روز در خارج هستن ما اکثر وزارت ها را که وقتی که ما سر میزنیم وزیر صاحب کجا سفر خارجی داره بعد پنج روز سه روز بعد میری وزیر صاحب کجا سفر خارجی داره و در اینجا متضرر مردم عام مردم ملکی مردم غریب مردم بیچاره است و خاص ما بیطرفانه ما مردم های بیطرف هستیم الحمدلله وابستگی با هیچ کس نداریم امو که سخن خیر میگیم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که کسی که ایمان به الله و به روز آخرت دارد یا سخن خیر بگوید یا خاموشی اختیار بکند همین شرایط اساس یک شرایط است که بعد از زبان ما سخن خیر بیرون شود به خاطر همین نجات مردم افغانستان سخن خیر ما هم است که ما به گروه طالبا سر گروه طالبا همین صدا را میکنیم که به افغانای خود بالای افغانا و برادرای خود رحم بکنند یک آتش بس اعلان بکنند پیش از اینکه مذاکره صلح بین الافغانی شروع میشه در این مذاکره صلح بین الافغانی شما مطمئن باشین که از یکی از پیشرفته های طالبا هم و حکومت هم یا همی جریان های سیاسی آتش بست است نمیگیم که چی میشه طالبا همی جوان مردی را کنن همی تبرو جوان مردی را بکنن که همی آتش بست پیش از همی دمی طول دو هفته دمی مدت دو هفته که اینا با امریکایی ها مذاکره میکنن یک اعلان بکنن که آتش بس ما هم با مثلا افغان ها داریم ببین حکومت افغانستان یک چند حالا آقای خارن با اینکه هیچ چیز در مالکیت خود حکومت افغانستان یا خود افغان ها نیست باز هم چرا این گفتگوها را ادامه میتیم و پیش میبریم اینقدر پول مصرف میکنیم نیرو مصرف میکنیم شورای مانند شورای عالی صلح داریم پس اینا میخوان چه کار انجام بدن ببینید یک سرگرمی است پروژه سازی است این نیست که به نام اینان امتیازگیری است امتیازخوری است دیگه هیچ گپی والا داری باشه ما براتون مطمئن میگم گروه سالزبرخیل میانجیگری بکنه این امین ما از آدرس تلویزیون شما بار بار گفتن بازم مکررن میگم زیاد نه 15 نفر از علمای نخبه افغانستان سیاسون نخبه افغانستان مردمای بیطرف افغانستان یک بار امی زمینه مساعد شو رو برو ما با طالبا بشینیم طالبا را قینا داده میتونیم ما هم طرفداری نیستیم که درجه نیروهای خارجی باشه هیچ افغانی طرفداری نیست که کشورش در کشورش یک سرباز خارجی باشه زیرا که استقلالیت کشور زیر سوال میره زیر سوال میره شما ببینین سفرهای غیر متراقبه بوش می ترا می با چی با بگرام و هیچ کس خبر نیست همچنان وزیر خارجه آمریکا یک روز میگه که سفر غیر منتظره داره هیچ اما ام دیپلماتیک و رفا و آناناتی که در تمام کشورهای جهان معمولا است در افغانستان هیچ اما عرف و دیپلماتیک هیچ نه در نظر گیر نمیگیرن اما قانون و قانونی که در تمام کشورها و قانون مثلا تصویب شده که یک رئیس جمهور یک کشور به دیگر کشور می وقتش تعیین میشه میادش تعیین میشه و مستقیم به ریاست جمهوری یا به صدارت یا اکثر کشورهایی که صدارتی است به اوج میرو نه اینکه به در یک پایگاه نظامی شو بعدا رئیس جمهوری ما را بخواد که به ما با تیج گپ دارم گفتگو دارم ببینین در او گفتگویی که میان آقای مبانی آقای شد افغانی و ترامپ شد در او گفتگو ترامپ با سربازاش همی خطاب کرد که ما با طالبا صلح میکنیم اگر صلح نکردن دیگه دلشون جنگ میکنیم این یک گپ فرعون گفت ای تو بسیار به استهزا و بسیار به بی‌اعتنایی
گفت که طالبان ما صلح میکنیم، صلح نکنن دلشان دیگه، ما جنگ میکنیم هستیم و از بین میبریم. اصل هدف است که طالب که جنگ در افغانستان نکنه یا این طرف حکومتی که به نام اس و حمایش امریکایی میکنه و اصلا اگر ما کمی دقت بکنیم قربانی جنگ خاک ماست، خاک ما در قربانی جنگ است، مردم ما در قربانی می جنگ. شما ببینید که مادر بمبه ها درجه استعمال شده در ننگرهار، حال مردم به مرضای گوناگون مبتلا شده، سر کمی رسانه شما چی شد اعلان شد پخش شد. خب پس شما ببینید که متضرر اصلی جنگ کیست؟ متضرر اصلی جنگ ملت مسلمان افغانستان است. ما به نمایندگی ملت گپ میزنیم، ما هم خواهانی نیستیم که امریکا در اینجا پایگاه نظامی داشته باشند، حضوری دائمی داشته باشند. ما میگیم که سیاسیون افغانستان دست به دست هم بدهند، وحدت و یک پارچگی خدش بکنند. طالبا هم همی مردمی هستند که میگن ما افغان هستیم، اونا میگن ما به خاطر آزادی افغانستان جنگ میکنیم، به خاطر استقلال افغانستان جنگ میکنیم، و تعریف اونا میگن که افغانستان به نفع اشغال شده، ما به خاطر این پایان اشغال میجنگیم میرزمیم. ولی ما میگیم که می گروه طالبا همی احزابی که در اینجا هستن حرف اول میزنن، بیان اینا به خاطر خدا و به خاطر ملت بیچاره در دیده ای، ملتی که هر روز در ماتم عزیزان خود جگرگوشای خود میشینن، بیان کمی سر ملت هم رحم کنین. شما که در موترهای شیشه‌سیا و پریزین و مثلا در موترهای زیدی مرمی میگردین، همه چیزی شما دارین، زندگی خوب و آسوده دارین، دو روزی هستین، پنج روز در دبی و بیرون و خارج هستین، یک کمی طرح هم به ملت هم کنیم. روزی هم فرا میرسه، ببین و نام روز قیامت است، اونجا روز حساب است، روز کتاب است. او قدر توقع امید صلح با امریکایی نداشته باشیم. صلح بین الافغانی شروع شوه، میانجی گروه سالس بالخیر باید باشه. انشالله وقتی که صلح بین الافغانی شروع شد و میانجیگری ایره مردمای سالس بالخیر کرد، ما گفته میتونیم که صلح به نتیجه خواهد، یعنی گفتگوهای صلح بین الافغانی به نتیجه خواهد رسید. دو تعاملاتی که در مابین امریکا و طالبان سر خدا و اما طالبان آمریکا هم میدانند. بله، سپاسگزار از دور شما آقای خانه، در بسیم روز برنامه موفق بشیم. دوباره خوش آمده در ادامه برنامه آغاز روز با شما هستیم. رئیس جمهور غنی در نشست کشورهای قلب آسیا با الیسفز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده است. به خاطر برگزاری نشست قلب آسیا آقای زبیر جوینده معاون وزارت امور خارجه در استودیو با ما هستند تا بحث بیشتر داشته باشیم. آقای جوینده خیلی خوش آمدیم به بحث امروز برنامه آغاز روز. سلام و صبح بخیر به شما. در نخست میخوایم بپرسم که از شما داشته باشیم که این بار نشست قلب آسیا روی کدام موضوعات میچرخه و آجندا چه قرار است؟ برنامه که دیروز برگزار شد به سطح وزرای خارجه، وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و مقامات عالی رتبه کشورهای حمایت کننده و سازمان های منطقی و فرامنطقی، پیامش صلح، مشارکت و رفاه بود. او که مضمونی بود که تحت از اون مضمون تمام روز بحث صورت گرفت. افتتاح مجلس رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه کردند و وزرای خارجه افغانستان و ترکیه ریاست مجلس داشتن. صلح، مشارکت و رفاه، سه موضوع بود. بله، میخوایم بپرسم که نقش افغانستان در این نشست چیست؟ آیا مانند دیگر نشست ها میتونه که نقش نظارتی داشته باشه یا نه نقشش اصلی بوده و میتونه که محور بحث باشه؟ رهبری و هماهنگی این نشست یا امی پروسه یا چارچوب بگویم در دست افغانستان است. یعنی که افغانستان و ترکیه، اگر ما یک کمی به پیشینه از این پروسه بپردازم، افغانستان و ترکیه در سال 2011 در یک کنفرانسی که به نام کنفرانس استانبول برای افغانستان بود، ابتکار به خرج دادن، این پروسه را ایجاد کردن که یک سکوی را برای ترویج امنیت، همکاری های سیاسی و اقتصادی در منطقه با محوریت افغانستان ایجاد کرد. دارالانشای دفکتو می پروسه
ریاست همکاری های منطقه‌ای در وزارت امور خارجه افغانستان است و در این پروسه با تفاوت از چارچوب های دیگر ما تدابیر اعتمادسازی داریم که کشورهای اشتراک کننده از این پروسه رهبری زوره دارند و هر کدام از این کشورها که رهبری و هماهنگی را مسئولیتش دارند در این نشست ها گزارش از پیشرفت ها را تهیه می کنند و چالش ها در هر نشست بیشتر از بار قبلی برجسته تر و مشخص تر می شه و تعهدات در طی یک اعلامیه از تمام کشورهای اشتراک کننده حامی و سازمان ها در قبال غلبه بر این چالش ها اعلام می شه. بله، حکومت افغانستان و آقای غنی که در این نشست اشتراک کردن، آجندای مشخص بر بنیاد سیاست خارجی افغانستان چه بوده که حالا خواهان از بشوند؟ باید گفت که یک پروسه است، یک پروسه است، یعنی که اهدافش از روز اول تعیین شده که امو ترویج صلح و همکاری های سیاسی و اقتصادی در منطقه است با محوریت افغانستان. هر در هر نشست آنچه که صورت گرفته چالش ها بیشتر از قبل تشخیص شده و تعهدات قوی تر به قبال از اینا شده. در چهار سطح وارد تعامل می سازه این پروسه، کشورهای حامی و کشورهای منطقی قلب آسیا را که اولش بلندترین مرجع تصمیم گیرنده کنفرانس وزرا است، از او پایین تر نشست سفرا است و از او پایین تر نشست مقامات میبخشین مقامات ارشد است، باز پایین تر نشست سفرا است و باز گروپ تخنیکی. آجندایی که اینا داشتن این بار مشکلات چالش هایی که صد راه پیشرفت کشورهای منطقه بود مشخصتر بود و تعهد که ما تانستیم از تمام کشورها بگیریم مشخص است در قبال ازی، یعنی که تعهدات بیشتر نسبت به شناخت از موضوعات چون شناخت قبلا صورت گرفته، صلح، مشارکت و رفاه. بله، در این مورد باید کشورها تصمیم بگیرن یا نه؟ خود حکومت افغانستان برنامه یا طرح داره که حالا در این نشست از کشورها بخواهه تا بعد از این در مورد برنامه هایش کار صورت بگیره تا بتانیم به صلح زودتر دست پیدا بکنیم؟ در سه عرصه که این پروسه کشورها رو وارد تعامل می سازه، کشورها و سازمانها را، مشاورت سیاسی، اعتمادسازی و همکاری با سازمان های منطقی است. مشاورت صورت گرفته بود، مشاورت ها صورت گرفته بود، افغانستان رهبری کامل این پروسه را در دست داره، یک اجماع و انسجام منطقی در قبال مشکلات چالش ها ایجاد شده و افغانستان رهبری این نشسته داشت، بناهن آجندا هم از افغانستان بود که تصویب شده بود و اعلامیه هم از افغانستان بود که دیروز مورد تایید تمام کشورها صورت گرفت و صادر شد. بله، برنامه ای که در سال گذشته روش تصمیم گرفته شد در این نشست چه دستاوردی داشته و چقدر تا کنون عملی شده که حالا ما بگوییم برگزاری نشست ها میتونه که به سود افغانستان تمام شود؟ نشست قبلی در باکو پایتخت آذربایجان صورت گرفته بود. در اونجا تصمیم گرفته شد که پلان عمل در سی بی ام ها یا تدابیر اعتمادسازی تغییر بکنه که او کار افغانستان انجام داد با در همکاری با کشورهای اشتراک کننده قلب آسیا و پلان عمل افغانستان تغییر داد و دیروز در نشست وزرا که صورت گرفت مورد تایید هم قرار گرفت که یک گام بسیار زیاد برجسته است و با تفاوت از نشست های قبلی امروز مشکلات و چالش های افغانستان منطقه که در محوریت افغانستان است مشخص تر است پیش همه کشورها و تعهدات در این نشست دیروز بسیار زیاد جدی تر و قوی تر در قبال آوردن صلح در افغانستان بوده.
بله، افزون بر اشتراک کنندگان این نشست، کشورهایی که هستند چقدر واقعا کشورهای جامعه جهانی یا کمک کننده به افغانستان به تعهداتشان پیش بردن و عملی کردن؟ کشورهای حمایت کننده تنها کشورهای منطقه نیستند، بلکه کشورهای فرامنطقه هستند، کشورهای بزرگ کمک کننده برای افغانستان هستند که لیست طولانی داره، 16 کشور است و 12 کشور هم 12 سازمان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای همراهی میکنه افغانستان و حمایت میکنه در این پروسه. تعهدات اونا در قبال از این پروسه از روز اول که ایجاد شد این پروسه مشخص بود و افغانستان هم در قسمی که گفتم جریان مشاورت سیاسی در راستای اهداف این پروسه بوده، همراه کشورها حمایت از اینا مشخص است. ما کشورهای اشتراک کننده قلب آسیا کشورهایی است که به رهبری افغانستان، رهبری و هماهنگی افغانستان این پروسه را به پیش میبرند. بله، حالا شما با این که از سودمندی این نشست به نشست های گذشته یاد میکنین، اما به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش را نشر کرده که نشان میده گفته که چندان دستاوردی در افغانستان دیده نمیشه، به ویژه در جنگ 80 ساله‌ای که آمریکا در افغانستان داشته، به ویژه در مبارزه با مواد مخدر و صلح افغانستان خوشبینی های بیش از حد وجود داشته. شما چه نظری دارید؟ ببینین، خوشبینی افغانستان که اینا ادامه ای کنن ادعای خودشان است. ما مشخصا در اون مورد نمیخوایم چیزی بگویم، من تا جایی که مربوط چارچوب پروسی قلب آسیا میشه، قسمی که گفتم ماش این پروسه 16 کشور حمایت کننده را، کشورهای بزرگ حمایت کننده را در پهلوی خود داره که در اونجا در کدام بخش را حمایت میکنن افغانستان ها، یا تنها در پروسه صلح هست یا نه در بخش های دیگر هست؟ قسمی که گفتم امی سکوی را که امی پروسه ایجاد کرد برای ترویج امنیت و همکاری های سیاسی و اقتصادی ایجاد شد. در چارچوب این پروسه تدابیر اعتماد سازی وجود دارند که در بخش های مختلف است، که مهمترینش کانتر تروریسم یا تقابل یا مبارزه در علیه تروریسم است، کانتر نارکوتیکس است که الزام مبارزه علیه مواد مخدر است، باز هم قسمی تدابیر دیگه رقم تجارت و ترانزیت و صحت، همه اینا در این جامعه که منظور از این است که کشورها و رهبریشم کشورهای اشتراک کننده داره که تانسته باشن از طریق همکاری ها اعتماد ایجاد بکنن در منطقه. و او چیز روشن است که کشورهای حمایت کننده هم نمیتونه از این کار بکنه، از کشورهای رقم ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، دنمارک، ایتالیا، جرمنی، کشورهای که در منطقه است مثل تا عراق، مصر، اینا کشورهای هستند که حمایت کننده هستند از این پروسه و در اونجا صحبت هوایی نمیشه و همه اسناد را میبینن، گزارشات پیشرفت ها را میخوانن، صحبت هوایی در چارچوب نیست. بله، حالا گزارش هم که نشر شده بر اساس اسناد گفته شده که در مورد صلح به ویژه که حالا نشست قلب آسیا هم در مورد انجام شده، اگر فکر میکنین که همچنان کشورهای حمایت کننده به تعهداتشان عملی کردن و حکومت افغانستان اعتماد از اونا رو به دست آورده، پس چگونه چنین یک گزارش با چنین یک اسناد نشر میشه که بیش از حد خوشبین نباشیم؟ باید ما مجبورن باز باید گپ خود تکرار بکنم که یک پروسه است، پروسه برای اعتماد سازی در راستای ایجاد امنیت. یعنی که حالا این پروسه چه وقت اعتماد سازی خواهد کرد؟ تا کنون که بیش از 3 سال 5 سال میشه که در مورد سال به گونه جدی کار صورت میگیره، اعتماد سازی امیال هم صورت گرفته. اعتماد امروز، اعتماد در بین کشورهای قلب آسیا بسیار بیشتر است نسبت به سالهای پیش که هنوز امی پروسه ایجاد نشده بود، چون تانست که پروسه مشاورت سیاسی را، اعتماد سازی را و همکاری بین
کشورها و سازمانهای منطقه‌ای را ایجاد بکنه و تشخیص بکنه، بالاخره با مرور زمان تشخیص بکنه چالش‌های که در منطقه وجود داره، چالش‌های مشخصا امنیتی و از طریق همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اعتماد ایجاد شوه و با چالش‌هایی که تشخیص شده مبارزه صورت بگیره. بله، در روز نخست که این نشست برگزار شده بر افغانستان چه وعده داده شده و چه تصمیم جدی گرفته شده که حالا این نشست تمام شده، از این نشست مقامات برگردن به افغانستان و برنامه بخوای عملی شود و به ثبات افغانستان بپیونده؟ چیزی که نتیجه روی کاغذ بود در این نشست یک اعلامیه بود که دیروز صادر شد که در اونجا شما که ببینین اعلامیه را با در تفاوت با اعلامیه هایی که در نشست های قبلی صادر شده، تعهدات بسیار زیاد بیشتر است. در مقابل تعهدات بر چالش مبارزه با چالش هایی که در گذشته زیاد تشخیص نشده بودند، به طور کلی رویشان صحبت می شد و امروز در هر عرصه بالاخره تحت زمین سیبیم ها چالش ها مشخص تر است و تعهدات هم در قبالشان مشخص تر و قوی تر است. بله، چنانچه خبری که نشر شده از این اعلامیه، ما داریم که با الیس فلس دیدار کرده آقای غنی و خواهان ازی شدن که یک راه حل برای صلح افغانستان پیدا شده. این حرف ها فکر کنم قبل از اینکه این نشست ها هم برگزار شده گفته شده بود، در نشست های دیگر هم گفته شده بود. چیز تازه جدی به نظر نمی رسد. شما اگر حرف تازه‌ای دارین در این مورد، اگر ما به نشر رسیدیم میتونیم بگیم. اتراس قبل از دیدار جلال ماب رئیس جمهور با آلیس ویلز نشست تکنیکی تر صورت گرفت که آقای زمان سرپرست وزارت امور خارجه با آلیس ویلز دیدار کردن و او در اون نشست صحبت ها بیشتر تکنیکی است، مشخصتر روی مشکلات است، مشخصتر روی راه حل ها است. دیدار جلال ماب رئیس جمهور غنی با آلیس ویلز بیشتر دیدار تعارفی است که در اونجا کلی صحبت میشه روی موضوعات. بنان واضح است چون نشست مضمونش صلح، مشارکت و رفاه بود، طبیعتا آقای غنی خواستار کمک در عرصه صلح و آوردن امنیت در افغانستان میشه که او یک امر بسیار زیاد مهم است و بدون این امر نمیشه که ما بپردازیم به پیشرفت در منطقه. بله، حالا فکر میکنین که دیدار حاشیه‌ای این گونه نشست ها میتونه که مهم باشه یا در مرکز یا محور این بحث ها ما برنامه ای داریم، پلانی که داریم، دیدارهایی که داریم، گفتگوهایی که داریم میتونه که اثرگذار باشه؟ کدام یک از اینا؟ هر دوش مکمل یکدیگر هستند. حالا ببینین دیروز نشست وزرا بود، روز پیشتر نشست مقامات ارشد بود که در اونجا اعلامیه که دیروز تایید شد انکشاف یافت، نهایی شد، حمایت همه کشورها را تانست که کسب بکنه و در دو روز اخیر مقامات وزارت خارجه آقای زمان نشست های حاشیه‌ای داشت با کشورها، نشست های دو جانبه بود، نشست های سه جانبه بود. بله، یکی در این نشست یک حرف مهم هم گفته شده بود که طالبان با تمامی گروه های رسفگر بین المللی رابطه دارن و خیلی رابطه قوی دارن. در این مورد خود وزارت امور خارجه آیا جوابی داشت برشان، آیا تصمیمی داشت، یا در این نشست کدام جوابی داشت بر از اونا، یا این که کدام برنامه داشت که بتونن کشورهای دیگر حمایت نکنن از گروه های رسفگر؟ صحبت ها، دیدگاه ها در چنین نشست ها از سوی طرف ها همیشه در میان گذاشته میشه. مطمئنا آقای زمان پاسخ در این موضوع داشت و ما همیشه از گروه طالبان خواهان ازی بودیم که با شبکه های تروریستی به خاطر ای که با افغانستان بالاخره با
بتانن که کنار بین با حکومت و بالاخره مطمئن شوند در سیستم و صلح را بپذیرن، باید قطع رابطه با چنین شبکه ها بکنن و این خواست مردم افغانستان، حکومت افغانستان و همطور حامیای بین المللی افغانستان بوده که همیشه مطرح شده و این خواست ماست. قسمی که میبینین مذاکره با طالبان هنوز جریان داره، قرار است که از جای شروع شود و ادامه پیدا بکنه و این یکی از پیش شرط ها است به خاطر سال. بله، حکومت افغانستان، وزارت خارجه به ویژه میخواهد که سیاستش یا برنامهش و رابطهش با کشورهایی که حامی هراس افغان ها است چگونه باشه؟ ما همیشه وزارت امور خارجه در سطوحی که در تعامل بوده با کشورها، کشورهایی که گفته میشه که حمایت کننده یا حامی شبکه های تروریستی یا دهشت افغان هستند، همیشه ما خواستیم که نقش از اونا را در هراس افغانی یا در حمایت از هراس افغانی برجسته بسازیم. زیادتر بیشتر کار وزارت امور خارجه نیست، قسمی که میفهمین کار است که حالا روابط کشورها با کشورها سیاست باید آماده بکنن، این کار وزارت امور خارجه نیست. روابط کشورها با کشورها، حالا این مشخص هم هست که کدام کشور از هراس افغان ها حمایت میکنه یا کدام کشورها، اما میخواین که در این گونه با این کشورها چگونه یک رفتار یا سیاست رو داشته باشیم؟ ببینین، پس برمیگردیم به پروسه قلب آسیا که از مضمونم دور نشیم. این پروسه قلب آسیا بر از می است که نه تنها کشورهایی که گفته میشه که تا حد حامی این شبکه ها است در اینجا وجود حضور دارند، بلکه کشورهایی که قربانی از این موضوع هستند با درک ای که افغانستان بیشترین قربانی را در یرسه از این ناحیه میته حضور به هم میرسانند، صحبت ها میشه و قسمی که ما گفتم امروز اونمو چالش ها که از کجا نشأت میکنه، مشکلات از کجا نشأت میکنه، امروز بسیار برجسته تر مشخص تر است و کشورها امروز بیشتر میفهمه که کی کمکاری کرده یا کی حمایت کرده از چالش ها، از شبکه های تروریستی که چالش آفرین بوده برای امنیت افغانستان و منطقه و بالاخره اینجا یک نوع فشار ایجاد میشه که کشورهایی که منافع خود را در حمایت از شبکه های هراس افغانی میبینن بالاخره کار بکنن سر از او و فرصت هایی که موجود است، فرصت هایی که تشخیص شده در همین چارچوب به اونا بیشتر بپردازن نسبت به چیزی که در گذشته به عنوان فرصت می‌دیدن. بله، آیا در این نشست تصمیم گرفته میشه روی کشوری که با هراس افغانی مبارزه جدی نداشته و تانسته که بر افغانستان ناامنی بیشتر ایجاد بکنه؟ دقیقا در نشست های که تکنیکی تر است، بیشتر تکنیکی تر است، موضوعات روشنتر روش صحبت میشه، کشورهایی که کمکاری کردن یا گفته میشه که حمایت کردن از گروه های هراس افغان در اون سطح صحبت ها روشنتر است و انگشت های انتقاد بیشتر به طرف او کشورها دراز است که مجبور میشن که چون در یک چارچوب هستن کار بکنن و بالاخره از فرصت هایی که برای همگرایی است بیشتر استفاده بکنن نسبت به ابزارهای سیاسی که مانند تروریسم که یک پدیده شوم در منطقه تشخیص شده. بله، تشکر از حضور شما آقای زبای جوینده، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در استودیو. دوباره خوش آمدید در بخش اخیر برنامه. مرسل منصوری با شما هستم. آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در استودیو با ما هستند تا در مورد اینکه چقدر واقعا تا کنون تلاش ها و کارکرد کمیسیون نتیجه بخش بوده برای اینکه اعلام نتایج ابتدایی را در زودترین فرصت داشته باشیم بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای میثم خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز. تشکر.
بله، در نخست میخوایم از شما پرسیم که تلاش های کمیسیون چگونه ارزیابی میکنین برای از اینکه بخواید یک نتیجه ابتدایی را بر مردم اعلان میکنه از انتخابات ریاست جمهوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام درود خدمت شما و بینندگان محترم. تشکر. من فکر میکنم که هر شهروند افغانستان یک برداشت از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی دارند. واقعیت گفت است که مسئول برگزاری انتخابات کمیسیون انتخابات بود و هست، اما حکومت افغانستان در کنار کمیسیون تسهیلات را فراهم کردند. در حوزه بودجه ما تلاش کردیم که زمینه‌سازی صورت بگیره که به لحاظ بودجوی ما شاهد کدام مشکل در پروسه انتخابات نباشیم، و نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور ما اینا تلاش کردند که تسهیلات امنیتی ارائه کنم. اتفاقا هم در شش میزان سال روان ما به لحاظ امنیتی یک انتخابات بسیار خوب داشتیم، با وجود از این که متاسفانه میزان اشتراک مردم افغانستان کمتر بود، و این هم برمیگرده به عملکرد کمیسیون انتخابات. متاسفانه در دوره های قبلی هم خصوصا 2014 داستان های عجیب و غریبی را که مردم شاهد بودند در برگزاری انتخابات و پس از اون نتیجه و بالاخره ای که اراده واقعی مردم به کرسی ننشست و ما شاهد یک حکومت ائتلافی بودیم، طبعا رو بالای روح و روان مردم تاثیرگذار بود و کمیش نرار فعلی هم ما انتظار داشتیم که اینا اعتماد مردم افغانستان جلب کنه، اینا بتانه که دوباره مردم را تشویق کنه، انگیزه بده که بالاخره به گونه وسیع و گسترده در انتخابات اشتراک کنه. خب به هر حال یک بحث اشتراک مردم بود، با توجه به موجب و شرایطی که وجود داشت ما تشکر میکنیم از کل مردم افغانستان که اینا اشتراک کردن در انتخابات برای تعیین سرنوشتشان. اما آنچه که متاسفانه در پس از انتخابات اتفاق افتاده طبیعی است که نگران کننده است. فلسفه نظام مردم سالار دموکراتیک است که شهروندان صاحبان اصلی قدرت هستند. این شهروندان است که با رأیشان در واقع زعیم آیندهشان را مشخص میکنند. فلسفه انتخابات هم است که بر اساس رضایت مردم انتخابات زمینه سازی میکنه، بر اساس رضایت مردم، رأی واقعی مردم اونا یک کسی را به عنوان رئیس جمهور معرفی میکنه. آنچه که در هفته ها و روزهای اخیر شاهد هستیم به این معناست که متاسفانه مردم افغانستان از عملکرد کمیسیون انتخابات به شدت ناراحت هستند، ناراض هستند، و نه تنها در کابل، ما در ولایات مختلف افغانستان تا شمال و شرق و جنوب و مرکز و اقصا نقاط کشور ما شاهد تظاهرات و اعتراضات مدنی هستیم که مردم نارضایتیشان را نسبت به عملکرد کمیسیون انتخابات ابراز میکنند. ما به نمایندگی حکومت افغانستان انتظار ما است که بالاخره کمیسیون به خواسته های مردم تمکین و توجه کنند. اگر ما به خواسته های مردم توجه نمی کنیم، به اراده مردم توجه نمی کنیم، دموکراسی معنا نداره، انتخابات معنا نداره، فلسفه وجودی انتخابات و نظام مردم سالاری زیر سوال میره. خاص مردم هم تا جایی که شما هم مردم افغانستان هم مستحضر هستید و مستحضر هستن مردم، که خاص مردم است که کمیسیون بر بگرده به قانون انتخابات، طرز العمل و لوایح بسیار روشن است. برای مطالبات مردم کدام ابهام وجود نداره. ما هم امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات توجه کنه به اعتراضات مردم. اگر واقعا مردم بیمورید خلاف قانون اعتراض میکنه، صدای خود بلند میکنه، ضرورت است که مردم قناعت داده شود، ضرورت است که با نمایندهای مردم نشست های متعدد و مفصل برگزار شود تا که اونا قناعت کنه. اگر این که کمیسیون باز بخواید خلاف قانون حرکت کنه، خلاف طرز العمل و لوایح، امیدوار هستیم که کمیشنران کمیسیون متوجه باشند. در این شرایط حساس کشور ما
خدای نخواسته اونا عامل یک بحران بسیار خطرناک نباشند که باز عاقبت از او به سلامت افغانستان آسیب برسان. آقای میستم، چنانچه شما گفتین طرز العمل و قانون وجود داره، باز هم کمیسیون مستقل انتخابات چرا با مشکل روبرو از و نمیتونه که برای مشکل یا بر کارش را حل پیدا بکنه تا زودتر به نتیجه برسن؟ خب این پرسش متوجه کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات است که اونا در واقع به مردم افغانستان جواب بدن که چرا اونا نمیتونه خود عیار کنه با قانون انتخابات، طرز العمل و لوایحی که خودشان در واقع دخیل بودن برای ایجادش. اما انتظار ما همیست که بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات برنامه هایشان را و عمل کردشان را عیار کنه با قانون انتخابات، لوایح و طرز العمل ها. در غیر از اون صورت باز مردم قضاوت خود می داشته باشند. باز به این معناست که کمیسیون مستقل نیست، اونجا باز یک تیم مشخص، افراد مشخص در اون در واقع نفوذ کرده و کمیسیون حزم و حل یک حلقه خاص شده. اگر بیش از این کمیسیون انتخابات به خواسته های مردم توجه نکنه، به مطالبات مردمی که من پیشتر عرض کردم از ولایات مختلف، اقوام مختلف، اقشار مختلف که امروز همه روزه ما شاهد تظاهرات هستیم، کاندیدای مختلف، شما به استثنای یک کاندید تمام کاندیدا اعتراض دارن بر عمل کرده کمیسیون انتخابات. حکومت افغانستان چه وظیفه داره؟ یک طرف حکومت راضی هستن از این پروسه، یک طرف دیگر هم انتقادهایی دارن. در اینجا مراجع قانونی، نهادهای عدلی و قضایی یا حکومت وظیفه‌شان چی است که در اینجا چه پادرمیانی داشته باشه؟ اگر کوتاه در مورد من فکر میکنم که کمیسیون خودش خود عیار کنه با قانون انتخابات، طرز العمل و لوایح، ضرورت نشوه که باز ما یک میانجی دیگر شاهد باشیم که بیا میانجیگری کنه بین کمیسیون و کاندیدا. من پیشتر عرض کردم که به استثنای یک کاندید که رضایت داره از کار کمیسیون انتخابات، تمام کاندیدا ناراض هستن، اکثریت قاطع مردم افغانستان ناراض هستن. تظاهرات تنها یک تیم، طرفدارای یک تیم البته مظاهره نکردن، ما طرفدارای تیم های مختلف را شاهد بودیم که در کابل و ولایات مختلف تظاهرات کردند. این بیانگری است که متاسفانه در عملکرد کمیسیون انتخابات اشکالات و خطاهای وجود دارد. اگر چنین نباشه، باز طبعا اگر توجه نکنه، باز طبیعی است که روز به روز به دامنه ازی اعتراضات افسوده میشه و شرایط فعلی افغانستان عمل کار نرمال را که امروز حکومت در دستور کار داره و مردم به امورات روزمره خود میندازه، جدا با چالش مواجه میشه. تشکر از حضورتان آقای میثم در بحث امروز برنامه آغاز روز. موفق باشین.